درباره او خانه فعلا گپ میزنیم؟ نه، اشتا بازور ما شما یک صحبت داریم، اگر بازم میگیریم. خانه سید اقبال آقاست. خانه که نو ساخته شده. این خانه سید اقبال بود، بسیار سابقه خودش فوت کرده بود، حالا بچه‌هاش هست که بچه‌ای شده تو بالوی از اون خانه آجی بیادر آجی محمد منقبت خان کمینانوایی آمدشان بود. یک سرک هم از اونجا، اون سرک کجا رفته؟ اون شای نجف همه تو رفته ظرف سید مرد و از سید مرد تیش شده و آشخانه رو فان رفتن. بسیار خوب، خیر، اون سرک خواد گرفتیم باز؟ دیگه ای خانه سابقه اون رجب بود، خانه رجب خدا بیامرز راز کرد، بچه‌اش در خارج است، اونمو خانه باز باز از اون اموی چی ایسف آقا گرفته بود، ایسف آلمانه میشینه زندگی خود پیش میبره. و این سرا به نام سرای قنداریست که از سابق بسیار سابقه همین سرایی که جور شده همه که مانده آلم سرای است، سرای قنداری. این سرای؟ که مردم قندار هم در نایه اول در سایی چنده بود زندگی میکرده، ولی خوشبختانه تا فعلا هم در بین ما سنی و شویه قنداری و افغان تاجک هزاره نداره، کل ما یک دست یک پارچه هستیم. این امیر خدا دشمن ما و شما را سرنگون بسازه که با دوین ما و شما به اتفاقی پرده. خوشبختانه آل که هستیم مردم آل تصنف آل تشیع یک جای در تکه خانه خانقا مساجد میشینن، نماز میخوانن، ذکر میکنن، سینه میزنن، حتی منقبت میخوانن که ما و شما با شاهد هستیم که بخیر محرم که شروع میشفته دیگه، کسایی که از قندار است حتی اینجا منقبت خان است میشینه و منقبت میخواند و مردم علا تصنعی است که میان اینجا به حساب ذکر حسینی میکنن. بله این این سرای قنداری است. همین سرای قنداری. آه این بسیار کلانه بسار مالک شام قنداری است. آه مالک شام قنداری است و سرای شام به نام قنداری میشینه و اینی خانه معلم اینی خانه قیوم پشتون است نی؟ چند وقت او دیگه کس بود؟ او یونس پشتون؟ نه یوسف پشتون، او علایده بود، او را گرفته. او خانه است که عیده راشپس زندگی میکره و اینی خانه عبیب جان معلم است، سابقه دار چندوال، حال پیش آقا صاحب است که زندگی میبره. سابق معلم از مردم های قزلباش چندوال بود که خانه اش است، زندگی خود پیش میبره و پیشتر او روز ما و شما صحبت کردیم کاظم جان بچه آجی علی اکبر که اونو پشت خانه اش است که به حساب محمد جان برادرش در خارج است و هم شرایش است. این همی کوچه به نام او را خودش صحبت کرد که من پالوان هم هستم. بله بله هستم. او را گفته که اونموی زندگی و کار خود پیش میبره. این کوچه خانه اش است. این خانه را ببخشین فراموشم شد، این خانه کی از گفتین؟ اینی بسته تکه خانه زنانه خانی بود سابق، آل که سرای است؟ آل سرای است. این تکه خانه به نام آجی قدیر، تکه خانه آجی قدیر بود، زنانه خانی بود. این بسیار خانک های یک منزله پخش داشت که بعد از او امو تکه خانه زنانه را آل سرای جور کرده و پیش میبرن. اگر از آجی قدیر سابقه دار چندول بود که شما اون شاهد هستین که حالا فعلا پالیش هم کوچه است، پالیش هم کوچه آجی علی اکبر یا آجی بابا که به حساب هم روز کاظم جان صحبت کرد. این کوچه از هم هسته که بادم بتون ببرایی در کرتای چندوار یا کرتای چندوار. این خانه عبیب است، عبیب کلچپه است. عبیب کلچپه است باشه. یک همه درباره این منطقه هم بگوین بر ما. این وقت سرک نبود، سرک نبود، سرک نبود، خانه ها بود که اینی خانه نه یک رای بر موتر خوب بوده. نه 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 اینی کوچه ها که میبینین شما فلم برداری کنید اینه تو یک کوچه بود، این کوچه در کوه بر آمده بود مانند اینی کوچه. آه اینه تو در کوه بر آمده اینه می کوچه در کوه بر آمده بود اینه می رایش هست، اینه می رایش بود. خب 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 باشین بیاین 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 کوچه را دیدین اونه چاپی را اینی کوچه وصل شده بود به اینی را ایرا باز طرف کوه رفته بود. خب باز طرف کوه رفته بود که اینی خانه خدایار کسی بود که اینی پلستر شده؟ این سرای شداله خدایار خودش مرد و این خانهش هست و خانه بسیار سابقه که به حساب از مردم هزارگی بود و مامه گفتن که پسان عامر مالی با استاد شهید مزاری شده بود
اینمی سرای او پیایش است و این خانه سابقه که بود پشت سرش میبینی سنجی خانه سید اسماعیل آقا که بچه از میر احمد چا بود که بچه های سید اسماعیل آقا که ملای ما مثلا و سید نور محمد چا او میباشا نیست و دوره اونو خانه که زرد میبینی که حال فعلا اولی ماست زرد. اولی ماست خانه شما هم اوجه او از سید قصاب آقا و آن کسی بود که تکیه دار بود که حالا فعلا تکیه خانه شد و دو شماست که ما پیش میبریم که بازور از نزدیک بخواهی میبینیم حال خانه شما خریدین؟ بله ما خریدیم سال 70 ما خریدیم به خاطر که اینجا میشتیم اصلا در تکیه خانه میشتیم باز از تکیه خانه آه باش که اینجا بریم اینی که به حال شما میبینیم که دوکان ها جور شده ای از سید امین صدر بود سید امین صدر کسی بود که سابق وظیفش در دولت شون اسلامی بود ملا امام بود باز در میدان دروازه ایره شهید ساختن این هم اینجا شهید ساختن و این بیچاره را چی کردن در کدام زمان شهید شد؟ در زمان پس از کودک ها؟ در زمان یا افیزلامین بود افیزلامین بود در زمان افیزلامین ایره شهید ساختن اینی خانه افیز هم افیز صدا این خانه است؟ آقای افغان کار داشت این خانه سید افیز آقاست سید نه افیز است که از مردم قزلباش است که عمرشان در چندوال تیر شد پالوش خانه چی بودک؟ سید مشرف آقا وکیل این منطقه بود همین دروازه همین دروازه که کلان هم تو بود این خانه سید مشرف آقا اسدالله مشرف بود که خودش معلم بود دلیل سی حبیبی با در ایران فوت کرد که بچه‌اش آل خدا ببخشه سید امان آقا در ایران از چند منزل میگفتاده فوت کرده و دیگه بچه شهران و کمیلیایش در خارج از دکویاست اینمی خانه امو وکیل منطقه بود که بعد از او باز ما وکیل شدم بعد از اینا شما وکیل بعد از این ما وکیل شدم حالا وکیل صاحب کجا؟ فوت کرده فوت کردن خداوند ببخشش نامشان چی؟ اونو جنوشته کرده اسدالله مشرف اسدالله مشرف اینجا نامش بود از مردم های قزلباش چندول سیدای چندول بوده سیدای چندول بود بله آقای افیز کی هستن؟ گفتین مرا کار داشتن؟ کسی بود که به حساب اصحاب قدارای چندول است و برادرهایش کلش در خارج است بچه هایش در خارج است باز از اموی باز مرا گفتن که آقای افغان اگر رفع ببینیم که مرا وعده کرده بود باز گفتن من هیچ یادم نیست کی هستن یادت نه اگر یادت هم رفته چندولی یادت نمیره وقت کونا میرین یک در تصاویر از این منطقه را میبینیم باز میریم پیشتر زدن روی از سرک ها یک لذت داره ما کاش کاله اما که وقت باشه که قدم سیده قدم است که ما کنش جنجال مردمی کار مردمی پلان مردمی و مشکلات مردمی وقت امی زمینی کار بر مردم مساعد باشه هر کس مصروف کار خود باشه امی جار جنجال خودش کم میشه وقت جنجال ها کم شد خودت هم میتونی قدم بزنی یا دقل صوب دیگر ما میتونم امنیت هم خوب است که از دزدی هم نمی کنه که از بیکار هم نمیمونه که برد جیب کس بزنه یا کس را اختار بده یه طور که خدا مهربان است کل ما و شما به خاطر رضای خدا به خاطر وطن خود مجبور هستیم که اول درد را ببینیم پس حال خنده کنیم اول گریه که نکنیم پس حال خنده نکنیم برای ما اگر اول خنده کنیم پس آن گریه کنیم برای ما بسیار دردآور است ولی خوشبختانه مثل که همه آدم جوان می باشه خنده میکنه میکنه پیری هیچ خندهش نمه ولی خوشبختانه که ما رو میگم نه در جوانی کار کنیم زحمت بکشیم باز در پیری خیره که اگر هر چی شد در زندگی خود پیش کنیم گفتین خداوند مهربان است خداوند از اول تا آخر مهربان است اما بنده ها مهربان نمیشه یه طور است که یگان تا ما همه تو که میگم که وطن ما دو مادر داریم یکی مادر است که ما را نو ما در دنیا میاره تا نو ما یکی مادر است که بعد از اینکه میمونیم در بطن خود جای میته و قبر ما میباشه در اون دنیا میریم جوابگوی خدا میباشه او بنده که مهربان نیست با جوابگوی خدا ستا همون مادره که در بطنش باز میشه که دوباره میمونه ای به حساب همون بطن از او قبول نمیکنه و او مادر هم میشرمونه و خدا میشرمونه
و اینی تکه خانه که به حساب پایانش تکه خانه است، خانه پدر مشتاق جان که در خارج هستن و ماماش زندگی میکرد، یولی بسیار کلان است، حال فعلا به اینی حالت قرار دارد. چو فروشی است؟ چو فروشی است، پایانش تکه فعال است؟ والا محرم در محرم یک نظر دارن دیگه، خود فعال نیست که اینمی چیشان است. و اونمو جا که عبیب پیشتر عبیب ووتالی گفت که خانه ما جور با حالت جور کردن است، خانه همشریش، اینمی خانه همشریش بود که سودا کردن فروختن به چی؟ صادق جان، کال صادق جان اونه گرفته اونه برای صادق جان هم چندولی است؟ نخیر نه، از چندول نیستن و از چندول عمرشان تیز شده بود، ولی یک کسی که نو خریده چندولی نیستک و از چندول زندگی میکردن بسیار کم شده که حالا اونم به حساب تجارت خانه جورش کردن. او طرف هم تکیه گرفتیم، ما تکیه خانه 14 معصوم بود از آقای معصومی که خودش توبت کرد، رئیس نهایی سابقه بود که گله و شکایت کرد. اینی بخش ما خلاص کردیم، از قلعه هزارا شروع کردیم، رفتیم تا تکیه خانه عمومی، پس دوباره برگشتیم، درست؟ برگشتیم تا اینجا خلاص شد. و روز دیگه از کجا شروع میکنیم؟ ما فعلا قلعه هزارا و قرطهای چندول یا قرطهای چندول و سر چارسو، چارسو چندول الا دان شفاخانه گندنای سابق و ابن سینای خلاص شد. و دیگه ما از سایه قلعه هزارا یا بالاکوی قلعه هزارا که از خانه آجی صندو، خانه به حساب آمد نوری خدا بیامرز، اما تو میریم طرف کو که مسجد امام باقر، بعد از او بازور تشریح کرده اما تا پایان میم با سایه کوری باز ما شما معلومات. بسیار خوب، همه چندولیا منتظر باشین، به نوبه تمام جای را معرفی میکنیم، اما شلگی نکنین که بگین اونجا برو اونجا برو، به نوبه تمام جای را انشالله معرفی میکنیم. یک کسی به ما تماس داشتن به نام فرزندان سلیم جان. بله آ شناختی؟ خوب شد که گفتی. ایرمی خانه دمه را که میبینی ایرمی از این زرد زرد کرد سر کسی به نام پرویز فروختن سر کی؟ یا زکریا فروختن؟ اینی خانه زرد را که میبینی خوب شد که یادم آمد، خوبه که پیشتر بریم. این بچه سلیم حالا خودشان در خارج است، این فروختن برای زکی بچه کاکا کریم ما که پیشتر گفتم به بیادرش در تیم میوان بود به نام نجیب، نجیب میوان، اینه میره فروختن حال ای بلند منزل شده که بام از سابقه دارای چندول بود که اینجا زندگی میکنه. اینمی خانه زرد؟ اینمی خانه زرد، خانه اعظمی پشتش است و این پیشروش هم نیم از این خانه اعظم هست پشترش که ما و شما او روز تکه خانه 14 معصوم فلم برداری که این پالوش که اینی خانه چی بود؟ سید ازغر آقا از شما معیوب بود و فعلا مجب فوت کرده نکرده و این خانه خود و نیمشه او فروخت و او پالوش هم خانه خود سلیم جانشان فروخت که دو برادر بودن، هر دو برادر در خارج است، اونمو بچه که زنگ زده بود ما سلام خود برش میرسانیم. خانهشان اینمی دروازه که واز است، خانه چیشان اینمی خانهشان است، خوب است که بریم امو خانهشان را سعی کنیم که بگوید خانه از با سابقه دار گیلی و گپا بود، آل لب سرک و خانهشان بسیار مقبول و زیبا آباد کرده و جور کرده. تک خانه 14 معصوم از معصومی و اینی پولیش اینمی در کنه دره، شما میبینید که رنگ سفید کرده از امو بچه است که یاداوری کرده فرسان کرده. اینی خانه ایشان است از تاده و ساخته شده جدید. خوب که من در وزش آواز کنم شما زکی جان حسین زاده که حال خودش در نایه پنج زندگی میکنه، سابقه دارای چندول است و برادرش در تیم میوان نجیب جان بود و پدرش هم گفتم گفته بود که کاکا کریم یک شخص بسیار مهربان و خوب و فوت کرد. اینی خانه باش تگرا باش شما باش از این طرف بیا. همین خانه است؟ بله این همین خانه است. کاملا نقشه از این تغییر کرده، مکمل خانه حتی دیگهش برای منزل انداخت سعید از غره آوره و چی از غره و این خانه که به حساب از سلیمشان بود که به نام مادرش بود که نام مادر کلانش
که نام مادر کلانش نمیگیرم و صاحب اصلی دل بود حالا میگیری آزادی شده او وقت نام یک سیاسه را که میگرفتیم مردم بسیار غضب میشد قار میشد حتی با تفنگچه میزد حتی با کارت میزد حتی خفه بود چندین سال گپ نمیزد ولی حال خوشبختانه کاندید پارلمان و شورای ولایتی و هر کاری که میشه حتی کارتش میره که اینا میره بگو که برشنای بده بله و یک چیز برشنای بگو که فکرتان باشه که من به نام امت که ماما خانم به نام ماما مشهور است بازی سر دست کشیده سر ما که من به نام ماما حسن مشهور است و من گفتم او روز برتان نیک چقدر خواهرزاده دارین هر کس ماما ماما گفتم میره. شاید شکر خداست و رفیز آبا شاید شکر خداست که من اینمی حاله 4-500 خواهرزاده که دمی سایی چندول میشینه دارم که هر کنمشان که خانهشان میرم چرا ماما میگن فهمیدی چرا ماما میگن به خاطر میگن که ما در خانه که میریم امو همشیره یا امو مادرش یا مادر کلارش ما را بیادر میگه با باز بدان از و بچه اولادش ما را ماما میگه به او خاطر ماما هستیم که در خانه که میریم مثل خوار بیادر واره مامایش هستیم میریم امو آزاد کاکو حفیظ اینا هستن؟ کاکو حفیظ اینا بود که زنگ زده بود و خواست شما وعده کدیم کدام وقت؟ سلام چطور هستین؟ خوب هستین؟ من دست نذارم که بیترامی نشه خواهش میکنم خوب هستین چلا؟ زنده باشین آمدیم خانه نبودین یار میبخشی بسیار بخشی من اینم یال آمدیم همی که آمدم گفتن این رقم آمه آجل یک آمدم گفتم باش که من خون آقای تامه هستم نی؟ نیم پیشتان غیر حضور آمه هستم پیشت یک خواهش میکنم وعده کرده بودم من هم میفهم چه وقت ما دیده بودیم خیلی خوش بود دمو پیش لیلون فروش ها که بود بله بله که شما را مدادم برتون آه سهی سنم بود خوب وقت قرخوری نداشتیم نه خب مای توشو که یه خان کندم او وقت فکر میکنم لباس سودا خریدن برای من نه خیر نه فقط صرف پیش خودت اومده بودم اما دسکنده و پای کنده از خانه اومدی بگم کرد باز ما یه وقت مصاحبه میکنم کرد این امروز در لوکس هستین بسیم چالا زنده باشین تشکر سلامت باشی زنده باشی به من پرویزی صاحب گفت که کاکا حفیظ خودت هم میخواه ببینه من گفتم من نمیفهم در کجا وعده ماندیم امرای شان میتونه پرویزی گیر میتا ما از آقای پرویزی را گفتم ما گفتم نوریه ما اینجا مرا نمره را داره بدم روز نمره دستم بود پاک شده بود باز من گفتم من نوریه ما اینجا نمره بده گفت خودش میایه هم گرفته بوده نرخ کده پاک شده زنده باشه ما اینجا زنده باشن چطور روز و روزگار شما چندولی میگن بسیار چندولی قدیم هم هست از این پدر و پدر کلان زم چندول هستم یعنی کوره که میبینی یک خانه دی کو نبوده ایکو سبز میزد ایکو سبز میزد حتما او جوی شما هم دیدین گوزپنده میشری گوزپنده حالا دیگر روز روزگار اما جوی شما دیدین او جوی او بود جوی او او از لالندر از تنگی لالندر آمده بودی از شاتوت آمده بود لالندر در این در بالی سارتون میره در رخت های توت بوسه باز یکان دفعه دیگه خدا بیامرز مادرهای ما را که باز نزد لبعوی داشتن باز نزد خود کجا میبرد باز کل مادر ما میرفتم تا اونجا یعنی رفت چه وقت هایی را تیر کردیم؟ بهترین وقت نوش جان شما یک 4 روز خوب را خود تیر کردیم در این وطن ما اما اینجا یک پوانتون بود این چندول یک پوانتون بود اینجا مردم بی سواد نداشت کل مردم های با سواد مردم های با قلم فرقمه شهر نایب سالار حکمران علاقدار ولسوار اینی مردم ها بودن حالا خیلی چندول خلاصه چندول گریم و هیچ مردم چند دول نمانده اینیم یک چند خانه ما و عبدالله جان اینیم یاگه مانده باشیم حالا. شما چند ساله شده؟ ما تقریبا 70 ساله من میگن میگنم این سن سال پرسانه کن من نظر به سن سال میتونم سوال ما بپرسم نه من 70 ساله است شما 70 هستین کاکا خان ماما خان هم میشناسین جان چرا ایره ماما خان میگن؟ باشوه یعنی ولوس هست کلگی نه آلی چرا ماما خان میگن؟ بلا نگیرم از خودش پرسند اما اینجا نکن چما بگی؟ پیشتر براتان گفتم که ما در خانه که متراییم به خاطر که اینجا اوت نبود که تو قزلباش هستی سعید هستی هزاره هستی ای افغان هستی ازبک هستی به مو خاطر که در خانه که میرفتیم ما را بیادر میگفت ما که بیادر میفتیم ما خوار میگفتیم مجبور اولاده از او خوارزادی کلان شده میرفت ماما 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 ما خوارزادیش میشدیم به او خاطر مجبور است که با ماما بگه ما به احترام او را خوار میگفتیم به احترام او را بزرگ میگفتیم و به احترام ما را ماما میگفت احترام کنین تا احترام شه احترام شین بله بیترامی که بیترامی میبینه وقتی به مادر از او خواهر گفتی بدون شک او مقام ماما را میتبره ما همیشه بزرگوار ما را میبینیم بچه کاکا جان میگیم سلام علیکم بچه کاکا جان بچه کاکا جان سلام یک چیز براتون بگم که ما و شما در تکیه خانه 14 مصوم هم اگرام متراییم شما ببینید تکیه خانه را بعد از او باز بخواییم آقای مصومی خواستن من همونجا دیدمشان آقای مصومی رئیس ناهی اول بودن بسیار یک آدم خوشخلق یک آدم با وجود که سنشون کلان است مگر همونطور یک قلب جوان داره
هستیم. این تکیخانه چهارده معصوم است که نو آجاقای معصومی تاده باشمان که سابق خانه بود و یا خانه خود از چکزای ها انتقال دادن در این سایه و این تکیخانه همون از زیر کار است. در او بخاطر مرم است یا پوشا و تاولایش میکنن که فعلا یکی از تکیخانه ها باز تکی عمومی میریم، جعفریه میریم، تکیخانه میر اکبر آقا میریم، تکیخانه مهدیه میریم، تکیخانه زین الله بودین که از سید قصاب آقا سابق بود بربوت ماست اونجا میریم و تکیخانه حسن مشتبه میریم و تکیخانه آقای لسان میریم، تکیخانه آقای شوها میریم، تکیخانه میرعلی آمد آقا میریم. بسیار تکیخانه هاست که اینجا شاید 20-25 تکیه هست در چندوال کم 20-25 تکیخانه رو باید موقع خوب هم برابر شدیم که موضوع معصومی صاحب سلام ما که بیاییم اینمه تو بادار دسته ما میاییم چطور هستین؟ ساعت شما خوب خیریت؟ ما در مورد شما یادآوری کردم بر دوستا منم میفهم که افترا نبوده باشه گفتم معصومی صاحب رئیس نایی اول بودن یک چاینکی ما رو داده بودن که هیچ مزهش یادمونه باشه و قصدار باشه فقط به محرم هر وقت نه هر وقت که بود رئیس نایی شدین باز میکنه ان شاء الله دیگه رئیس نایی به امید از اینکه جال جوان است موفق باشن سربلند باشن ما همیشه در خدمت مردم خود بودیم اول سلام خدمت همه بینندگان برنامه نیک شما و همچنان شنوندهایی که از طریق رادیو میشنوند برنامه شما را و خدمتتان عرض کنم که آره فعلا ما دیگه تفاوت کرده ما را توانمندی وجود نیست کنم بیشتر گفتم ریشون صفحه شده اما دلشون بسیار جوانه و آره وقت جوانا کار کنه اما ما به خدمت مردم خود هستیم هر آن موقعی که باشه میگن بی پیر به خرابات مرا ما در ما خوب و... پیرا که نباشه که نمیشه باز پیرا ماست خود داره کی پیر بده بگویم که آجاقای مصروفی یکان شکایت که میکنن شکایت سرچشم دوستا خفه نباشه چندول از روی شکایت آدم پند میگیره درس میگیره و به یک جایی میرسه اگر او به میر محبت بگه شاید که ما بشنویم کم ولی به میر محبت زیادتر نه آقای پرویزی اون مسائل نیست که ما خودم مسائل داریم انشالله نایی اول گفتم که یکی از کهن‌ترین نقطه‌های افغانستان و شهر کابل است و اینجا این نماد تمدن و فرهنگ کهن افغانستان است اینجا بسیار افراد داریم که در اینجا وجود دارن اما در خفا اونا هستن اونا باید در همه مسائل ها باشن مشوره از یا گرفته شد و در جنیان بعضی ما نه ما کوچکترین کلگی هستیم مجالس بسیار کلان گرفته میشه اینجا افراد هست که میاید در راست یک قضیه میاید اما معلومات در سایه تشکیلات نداره بافت اجتماعی نداره اقلیت های نداره سرانی که در اینجا وجود داره کی هستن؟ ما هدفم سرزی است که هر زمانی که در راستای نایی اول بود باید همین کلانای منطقه چی از هر نقطه که باشه اینا به جریان باشه تو با رئیس شورای وکلا هستی باید خودت به جریان مانی برادر در اینجا فلانی مجلس است هر کس اگر آمد و تامین امنیت است خوب و بد منطقه رو آنقدر که خود افراد منطقه میفهمن قضیه نمیفهمن ولو که وزیر دفاع باشه یا وزیر داخله باشه یا وزیر یا قماندان شهر در راستا باید کسایی که در اونجا در بدن جامعه زندگی میکنه از اینا معلومات گرفته باشه راهنمایی اونا باید کنه اونا کمک کنه و مومد باشه به این خاطر میگم که جلساتی که صورت میگیره شما اقلا نمیگی کلانا رو بانه گلگی ما ازی بوده در کدام مسئل این موضوع دیگه حل شد این حال در مورد تکیه نام خدا بسیار مقبول ساخته شد هنوز کارشم خلاص نشد کار خوب تقریبا 90% کارش تکمیل است اینجا قمه تو که آقای پرویزی مشم در بارش گفته نگفته ما قبلا ما هستن به مردم چندول بالخصوص یا مردم کابل معلوم است ما از پدر نیکی ما اجاقدار یا تکدار بودیم با او اساس به همه دوستای ما دقربار صاحب هست این جزیز صاحب هست اینا ما میان خانه آبایی و اجدادی ما هست در زیارت سخی است اینا هم وجود داره برای موساز ما حسینیه داشتیم به نام چهارده مسئول در سایه کوچه چکزیا و اونجا ما چون از اونجا انتقال دادیم اینجا را مدت این 3 سال میشه که ما احداث کردیم دوباره به این یک بنایی که وقفی عام است ما اینجا درست کردیم در بسو زمین است اینمی بخواب اختیار مردم است و اینجا 2 سال است که این بنا رو درست کردیم اینجا حسینی شد قبلا یک سالون زنا نداره که در حدود 500 نفر خانما رو میگیره یک سالون مرد نداره اینجا با تمام امکانات آسایشی که در یک مجلس وجود داره زمین شخصی شما؟ نه این الان وقف شده بله قبلا از ما بود این از پول پدرم خریداری شده پس دوباره وقف شد به خاطر اینکه ما حسینی رو چیز کردیم در بدلش اینجا حسینی درست
تشکر بازم. خب عزیزا چند تا تصویر از اینجا میبینیم و بعدن برمیگردیم میریم به سفر کات ادامه میتیم. ایچون نام از ای حسین 14 معصوم است، در اینجا هم 4 معصوم اسمش تذکر به گرفته. 7 معصوم در این سمت راست، 7 معصوم طرف دست چپ. و اینجا دیگه مسائل را بخیر محرم که شد این ما سر از امروز بخیر شروع میکنیم به کار آغاز این سیاپوشی خود امی به پیشواز محرم این آمادگی میگیریم بخیر خداوند یک محرم خوش به خاطر تامین صلح سراسری از برکت این ماه قیام و آزادی و نابودی الحاد و کفر ان شاء الله یک صلح سراسری در افغانستان ده و یک امنیت به بخش افغانستان که واقعا همه تشنه امنیت است. ما به امید از این انشاءالله یه ما تبرکن و تعمومن و فال نیک میگیریم انشاءالله آغاز کردیم و امید از این که انشاءالله پیش بریم. تشکر. تشکر. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.